سلام سلام، من المیرام. توی این ویدیو میخوام آموزش XT رو باهاتون شروع بکنم، ولی الان فقط میخوام محیط اولیه XT رو بهتون نشون بدم و کار کردن اولیه با XT رو، حالا به عنوان یه UI دیزاینر. وقتی که شما XT رو باز میکنید با یه همچین صفحه مواجه میشید که به شما چند تا گزینه میده. یکی اینکه شما میتونید انواع سایز گوشی ها رو انتخاب بکنید که از آیفون X هستش تا اندروید، و میتونید آیپد رو انتخاب بکنید، آیپد پرو باشه، اندروید باشه، سرفیس باشه، و میتونید اندازه وب رو هم انتخاب بکنید. گزینه دیگه هم داره که کاستوم سایز هستش، یعنی هر اندازه رو که خودتون بخواید میتونید شروع کنید به توی محیطش ایجاد کردن و باهاش کار کردن. خب من حالا اول از همون آیفون X رو انتخاب میکنم، وارد محیط XT میشید. زمانی که وارد محیط XT میشیم شما این اندازه آیفون X رو میبینید، بعد یه گزینه این سمت چپ توربارتون داره که آرتبورد هستش. با انتخاب آرتبورد شما میتونید اندازه های دیگه هم اضافه بکنید به صفحتون. میتونید یا به صورت کاستوم خودتون بکشید هر اندازه رو که میخواید و با کنترل ست میتونید برگردونید، و یا اینکه میتونید اندازه های دیگه مثل آیپد پرو یا مثلا سایز گوشی اندروید یا سرفیس رو انتخاب کنید. بعد از انتخاب این صفحات مختلف میرسیم به این سمت چپی که میبینید، طول باید سمت چپی که میبینید که چند تا گزینه داره. شما میتونید رکتنگل بکشید، میتونید دایره بکشید، میتونید مثلث بکشید یا خط، و یه گزینه پن هم داره و میتونید تکست اضافه بکنید، آرتبورد هم که براتون توضیح دادم، و میتونید زوم بکنید. توی قسمت پایین همین صفحه سه تا گزینه دیگه ما داریم که یکیش لیر همون هستن که لیر های مختلفی که شما کار میکنید رو اونجا به صورت دقیق میتونید ببینید و میتونید انتخاب و ادیتشون بکنید. قسمت asset همون هم که خیلی مهم هستن توی طراحی و خیلی کاربردی هستن، رو من یه حالا ویدیوی کامل راجع به این asset ها توضیح میدم که چجوری بتونین ازشون استفاده بکنین، ولی شما میتونین asset color رو، character رو و component رو اضافه بکنید توی طرحتون و ازشون استفاده بکنید. یه مورد بعدی هم که XT اضافه کرده پلاگینه، که میتونید پلاگین هایی رو که نیاز دارید انتخاب بکنید و استفاده بکنید. سرچ کنید، انتخاب کنید. مثلا من اینجا یه مستطیل میکشم، یکی پلاگین هایی که من دارم اینه که با یوزر ایمیج میتونه پرش بکنه. یه زمان میبره تا بتونه یه یوزر ایمیج رو برای شما انتخاب بکنه. توی این قسمت پس یاد گرفتیم که ما چجوری بتونیم آرتبورد رو بسازیم، چجوری بتونیم تغییر سایزش بدیم و چجوری توی این محیط بتونیم راحت تکون بدیم و هر سمتی که میخواییم ببریم. مورد بعدی که توی XT خیلی به کارمون میاد این قسمت بالا هستش، نوار بالایی هستش که میبینید که دیزاین هستش، پروتوتایپ هستش و شیپ. توی دیزاین و قسمتی که ما کارهامون رو انجام میدیم و دیزاین هامون رو انجام میدیم، قسمت پروتوتایپ قسمتیه که اینتراکشن ها انجام میشه، یعنی شما صفحات مختلف رو میتونید با اینتراکشن های مختلف به هم متصل بکنید، که این سمت راست هم مثل این توضیحات دیگه ای هستش که بعد مفصل توضیح داده بشه راجع بهشون. و یه گزینه هم که داریم گزینه شیرمون هستش، که گزینه های مختلفی هم برای شیرمون وجود داره که راجع به صحبت میکنم باهاتون. شما شیر میتونید برای دیولپر انجام بدید، میتونید شیر عادی انجام بدید، بهتون یه لینک میده و خیلی راحت میتونید برای هر کسی که میخواید. مورد بعدی که خیلی مورد استفاده قرار میگیره توی دیزاین و از این تولبار سمت چپمون هم هستش، پن تولمون هستش، که شما میتونید هر اندازه و هر شیپی رو که خواستین با پنتون ایجاد بکنید، بعد میتونید بهشون فیل بدین که رنگ داخلش رو میتونید تغییر بدین و به بوردر هم رنگ خارجش رو میتونید تغییر بدین. یه کاربرد دیگه هم که پن داره، شما زمانی که دابل کلیک بکنید روی اون شیپی که کشیدین هم میتونید بهش یه سری قسمت دیگر رو اضافه بکنید و شکلی رو که میخواید بهش برسید. مثلا میتونید به قسمت کرمون رو بکشید، چون با پنتون رو انتخاب بکنید و دانست و بعد هم خیلی راحت میتونید دیلیت بکنید. خب ما
مورد بعدی که میخوام بهتون یاد بدم اینه که خب با پن زمانی که شما یه شیپ رو کشیدین بعد میتونید روش تو بهتون بدین و بعد یه مقدار میخوام با اسید هاشون بکنم که این اسید هایی که این سمت هستن، سمت پایین، سمت چپ محیط ما هستن، ما میتونیم اونجا با توجه به اینکه شیپ توی هر شیپی که توی صفحاتتون هست رو بگیرید، زمانی که کالر رو بزنید رنگش رو میخونه و رنگش رو سیف نگه میداره و بعد حتی میتونید این به عنوان کامپوننت هم بشناسید. زمانی که به عنوان کالر انتخابش بکنید شما میتونید خیلی راحت سمت راست توی این کالرش که بزنید هایلایت هم کنواس رو میاره و نشون میده که کدوم شیپ شما توی محیطتون هستش. با استفاده از کامپوننت هم شما وقتی که این کامپوننت رو بدین به XD خیلی راحت میتونید ازش شکل بگیرید و کپی کنید هر تعدادی رو که میخواید و بعد اگر که اینجا توی رنگش رو بخواید ادیت بکنید خیلی راحت همشون رنگشون با هم تغییر میکنه. مورد بعدی که بهتر باش آشنا باشین توی محیط خیلی کاربردی هستش رپید گرید هستش که شما چه از سمت پایین و چه از سمت راست میتونید شیپتون رو بکشین و هر چقدر که میخواین ادامهش بدین و اینکه خیلی راحت هم وقتی که بین این شیپاتون رو بگیرید میتونید ارتفاع و فاصله بینشون رو تغییر بدین هر چقدر که میخواین زیاد یا کم بدین. این شیپاتون هم به صورت گروه هستن، اگر که بخواین از گروه در بیاد کنترل شیفت رو که فشار بدین اینها به صورت تک آیتم هم میتونید استفاده بکنید. الان میخواییم با هم یه دیزاین خیلی کوتاهی از پدری اپ رو داشته باشیم که خیلی هم حالا ساده است، خیلی پیش پا افتاده است ولی خب این میتونه خیلی کمک بکنه. خیلی راحت شما میتونید عکس رو بکشید و بیارید بندازید توی یه شیپی که خودتون میکشید. حالا این شیپ شما میتونه دایره باشه، میتونه مستطیل باشه مثل همین که من کشیدم، هر چیزی رو که بخواید میتونید عکس رو بیارید بندازید داخلش و عکس فرم همون شیپ شما رو میگیره. من اینجا یه دونه عکس همینطور رندوم از اینه که داشتم رو استفاده میکنم. خیلی راحت هم وقتی دبل کلیک بکنید توی اون مستطیلتون میتونید عکس رو جابجا بکنید، میتونید بزرگش کنید، کوچیکش کنید و هر جایی که بخواید میتونید عکس رو جایگزین کنید. من بردرش رو هم برمیدارم. یه ابزاری که اینجا ممکنه به کار بیاد توی ریسپانسیو ریسایزمون هستش که سمت راست شما می‌بینید، این به صورت پیش‌فرض روی اوتو هستش اما شما می‌تونید به صورت مانوال این دستی هم رو تنظیم بکنید که بگین که مثلا از ارتفاع فیکس باشه یا اینکه از طول فیکس باشه. مثلا ما اینکه از ارتفاعش فیکس باشه رو توی محیط گوشیمون به صورت همینطوری انتخاب می‌کنیم، بعد زمانی که کنترل سی بزنید توی صفحه جدید کنترل وی بزنید اونجا میاد و خیلی راحت وقتی که بکشید اون اندازه‌ای که میخواید رو میسازه از همون شیپی که داشتید و شما خیلی راحت هم میتونید پریویو بگیرید، یعنی شما میتونید این آرتبوردتون رو انتخاب بکنید، دسکتاپ پریویو رو بزنید و برای شما پریویو رو خیلی راحت نشون میده هر سایزی که هست، اون سایز موبایله، این سایز آیپد، هر چیزی که شما نگاه کنید و راحت میتونه پریویوش رو به شما نشون بده.
یه مورد دیگه هم هست که با استفاده از این ابزاری که این بالا می‌بینید به اسم موبایل پریویو، زمانی که اپش رو روی گوشیتون نصب بکنید، همونطوری میتونید پریویو رو توی گوشیتون رو هم خیلی راحت نگاه بکنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. این اولین ویدیوی آموزش XT من هستش. من تصمیم دارم که ویدیوهای بیشتری راجع به XT با شما به اشتراک بذارم. چنل من رو سابسکرایب کنید تا شما بتونید در جریان ویدیوهای بعدی من باشین. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. خدافظ.